یک و یک سوم پیمانه آب گرم. یک قاشق غذاخوری خمیر مایه و 1.5 قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای. ده دقیقه بهش زمان میدیم تا استراحت کنه و عمل بیاد. توی یک کاسه 3.5 پیمانه آرد می‌ریزیم. و 1.5 قاشق چایخوری نمک. و حالا خمیر مایه‌مون رو که حسابی به عمل اومده رو بهش اضافه می‌کنیم. دستامون رو خوب می‌شوریم و ضد عفونی می‌کنیم. و خوب موادمون رو با هم دیگه ترکیب می‌کنیم. خیلی خمیر چسبناکیه، اما صبور باشیم. خمیر رو به سطح کارتون انتقال بدین و شروع کنین به ورز دادن. من حدوداً 12 دقیقه خمیرم رو ورز دادم بدون اینکه بهش هیچ آردی اضافه بکنم. حالا بعد از 12 دقیقه به اندازه 1 قاشق آرد روی سطح کارم پاشیدم و کمی دستام رو هم آردی کردم. خمیرمون رو چونه می‌کنیم و یک کاسه برمی‌داریم و کمی کفش رو چرب می‌کنیم. خمیرمون رو به داخل کاسه انتقال میدیم و کمی توی کاسه میچرخونیمش. یک حوله نمدار رو روی کاسمون میندازیم و اجازه میدیم تا 1.5 ساعت استراحت بکنیم. بعد از 1.5 ساعت حجم خمیرمون 2 برابر شده. مشت میکوبیم بهش. همه عصبانیت ها و ناراحتی همون رو سر خمیرمون خالی میکنیم. و یک مقدار خیلی کم روی سطح کارمون آرد می پاشیم و خمیر رو بهش انتقال می دیم. توی این مرحله خمیرمون نیاز زیادی به ورز دادن نداره. خمیرمون رو به 2 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت رو هم به 4 قسمت تقسیم می کنیم. حالا هر کدوم از این قسمت ها رو چونه می کنیم سینی فرمون رو کفش رو آرد می پاشیم و این چونه ها رو می ذاریم روی سینی فر. و مجدد اون حوله نمدار رو می دازیم روی سینیمون تا برای 1/2 ساعت دیگه استراحت کنه. بعد از 1/2 ساعت کف دستمون رو و نوک انگشتامون رو کمی آردی می‌کنیم و این چونه‌ها رو دونه دونه برمی‌داریم و با انگشت شستمون و انگشت اشارمون وسطش رو سوراخ می‌کنیم و بعد بین 2 تا انگشتمون می‌چرخونیمش. زیاد این کار رو انجام ندیم. قابلمه آب می‌ریزیم و می‌ذاریم خوب جوش بیاد.
حالا هر کدوم از این بیگلامون رو که البته هنوز نپخته است به داخل آب جوشمون میندازیم و میذاریم از هر طرف بودن 45 ثانیه خوب توی آب جوش بپزه. انتقالشون میدیم به سینی فر. کف سینیم و کاغذ پوستی انداختم و روش رو هم چرب کردم. همونطور که میبینین بیگلای من همه توی دونه سینی جا نشد و از هر دو سینی فرم دارم استفاده میکنم. یک عدد تخم مرغ رو هم با دو قاشق آب یخ خوب مخلوط کردم و با یک قلم زدم روشون. حالا اینجا ترکیب ادویه های مختلف و چیزهایی که دوست دارین روشون میپاشین. من از ترکیب چیا سید، کینوا، تخم گیشنیز، پودر پاپریکا، پودر سیر، نمک صورتی، فلفل، کنجد، خرفه و خشخاش استفاده کردم. این قسمت کاملا سلیقه‌ایه. فرمون رو روی دمای 215 درجه سانتیگراد میذاریم گرم بشه و این بیگل ها رو برای مدت 20 دقیقه میذاریم داخل فر. بیگل ها آماده شد. ببینید چقدر خوشگل شدن. حالا یه ساندویچ هیجان انگیز باهاش درست میکنیم. با یه برگر گیاهی که از کینوا درست کردم، چند برگ اسفناج و کمی گوجه. یادتون نره که حتما سابسکرایب رو بزنید، نوتیفیکیشنتون رو روشن بکنید و این پست رو لایک و شیر بکنید. هر هفته توی یوتیوب ویدیوهای جدید از رسیپی‌های جدید براتون میذارم. تا ویدیوی بعدی با من، خدا حافظ.